هو شاه تشو اختو هذا قد قلتيه Thank you.
Thank you.
Vamos!
مفسد الارض، بلکه کارگران بی دفاعی بودند که به علت فرق و تنگدستی برای انجام شاقترین کارها رهسپار ایران شده بودند. رژیم صفاق به انسان کشی هم استفاده کرده و رساس بازی های سیاسی در این سرمایه زمستان راه را برای ورود مواد سوختی به کشور ما بست تا قصد مردم ما را با فشارهای مضاعف مواجه سازد. رژیم ددمنش ایران که به ماشین کشتار ملل مبتل گردیده دست ستم آدم کشی دست تمامی رژیم های مستبد و فاسد را از پشت بسته. مردم مظلوم با آزادی خواه ایران نیست کوچکترین رحمی نکرده. همه روزه آزادی از ایشان نامبر را که سر تسلیم به استبداد مذهبی خامنه ای احمدی نژاد نمیگذارد یا به زندان های مخاف انداختن و یا صهبانیسم میسازد. تحولات اخیر و خیزش های سرتاسری تاریخ جویان بیدار و آزادی خواهان ایران چنان رژیم آدم کش را دست و پاچه ساخته که اینک به هر سو چنگ انداخته و آن کشور را به زندان مبارزان و بهترین فرزندان خلق ایران مبدل کرده است. مداخلات و برانوختن جنگ های ویرانگر در چیز و تنبیل فاند های آدم کش جهادی و طالبی، صدور ویروس بنیادگرایی، تجاوز آشکار و پیشروی در مرزهای افغانستان، دست بلند در قاچاق مواد مخدر، غارت آب سرشار هلمند، دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و ملیتی، طالب سازی و جاسوس پروری همراه با اعدام های اطلاعی، زندان، شکنجه و بالاخره دیدپرور مردم بیگناه ادامه یوان سیاست های نگینی است که بیش از 37 سو علیه ملت ما جریان دارد. و دولت ملا مافیا ولایت فقیه و نوکران عقب گوشش باید اصابش رو روزی پاس بدهند. رژیم فاسد و مدیر کابل ابزار صدها روشن فکر خونسا و خود فروخته ایم که میزهای متور را رادیوها و تلویزیونهای بازدام دوراخهای تمام به اجاره گرفته و به اشاره اربابانشان سر میجنبانند. در این فاجعه نیز مهر سکوت زخیم و لب کوبیده و سرگرم معاملات برای کسب مقام و پولند. طوری که چند قبل آیات مثلای بلند پای وارد ایران شد و باز هم به پای قراردادهای خاینانه امضا نهادند که در واقع حرکت بود جهت قانونی ساختن جاسوسخانه‌های رژیم فاشیستی ایران، زیر نام روابط فرهنگی، بورس‌های تحصیلی، استخدام جواسیس برام و استادان و تاسیس پانتون ایرانی در داخل افغانستان. مدام که رئیس جمهور با علاقات دارو برش مزد بیگران این رژیم خونخوار باشد، وقتی پارلمان و نهادهای فرهنگی و دولتی مملو از جواسیس خود فروختی ایران باشند و سرانجام وقتی این رژیم دست بلند در تمامی ارکان حکومتی داشته باشد، طبعا مقامات فعلی در برابر سفاکی های جمهوری اسلامی تماشاگر بی غیرت باقی مانده و هنوز هم به مدای یک چنین رژیم که به ننگ بشریت مبدل شده ادامه می دهند. حزب همبستگی افغانستان بر این باور است که هر گونه درخواست از دولت فاسد کابل برای نشان دادن قاطعیت مقابل کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان و حل مصائب مردم ما عبس و آب در آوان کوبیدن است. مردم ما که از یک سو قربانی نیروهای اشغالگر امریکایی و ناتو می شوند، از جانب به وسیله جنایتکاران طالبی و جهادی ستم می بینند. تنها زمانی می تواند از این همه مرارت ها و خیانت های داخلی و مداخلات خارجی رهایی یابند که به دور از مرزبندی های قومی، ملیتی، زبانی، مذهبی و سمتی متحد شده در برابر وطن فروشان و جنایتکاران داخلی که زمینه را برای دست‌درازی و جنایات کشورهای خارجی مهیا می‌سازند برخیزند. حزب همبستگی افغانستان با تکرار از تمامی شخصیت ها و گروه های مدافع آزادی و دموکراسی می‌طلبد تا علی غلامان و جاسوسان ایران که تلاش دارند میکروب بنیادگرایی نام ولایت فقیه را در کشور ما شیوع دهند، صدایشان را بلند کردند و نگذارند این رژیم مستبد بیشتر از این به سرنوشت ملت ما بازی کند. حزب همبستگی افغانستان بار دیگر همدلی عمیق خود را با بازماندگان ادامهای متواتر زندانیان سیاسی ایران که مقاومت افسانویشان نیروی الهام بخش رای ماست ابراز کرده و پشتیبانی خود را اعلان می دارد. ملت ما جنایات و بربریت رژیم آدم کش جمهوری اسلامی ایران را در برابر مردم بیپناه از یاد نبرده بیپاسخ نخواهد گذاشت. مرگ بر استبداد چه در کابل چه در تهران. مرگ بر رژیم خونخوار ایران. مرگ بر احمدی نژاد. مرگ بر خامنه ای. مرگ بر
نیروهای آزادی خواه ایران و افغانستان. حزب همبستگی افغانستان. نعره تکبیر. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد.